یک ناظر بین‌المللی روز جمعه اعلام کرد که منطقه خودمختار کردستان سوریه بیش از 600 نفر از بستگان داعش را که در اردوگاه الهول بازداشت شده بودند به عراق منتقل کرده است. گفتنیست این چهارمین عملیات از نوع خود در سال جاری از این اردوگاه است که در کمتر از 10 کیلومتری مرز عراق قرار دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه در بیانیه اعلام کرد در آخرین انتقال حدود 620 نفر از بستگان داعش الهول را ترک کردند که بین اداره اردوگاه و دولت عراق هماهنگ شده است. در همین راستا یک مقام دولت کردستان به خبرگزاری فرانسه گفت مردان، زنان و کودکان متعلق به 150 خانواده بودند و روز پنجشنبه اردوگاه را ترک کردند. سازمان ملل متحد ماه ژوئن اعلام کرد که بیش از 100 نفر از جمله بسیاری از زنان در الهول در یک دوره 18 ماهه به قتل رسیدند و ساکنان اردوگاه خواستند تا به خانه بازگردند. سازمان ملل ماه ژوئن گزارش داد حدود 55 هزار نفر در این مکان زندگی می کنند.